نام خدا. من هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکارانتون و بینندگان عزیز، بالاخره هواداران پرشمار پرسپولیس دارم. از فرصت استفاده کنم درودی هم بفرستم به روح پرفتوه دوست و برادر و بچه محل عزیزم بهرام خان شفیع یاردی. سلامتی باشه خانوادهشون، بالاخره آقا داداشون داشته باشم در خدمت شما. خیلی بزرگوارید، انشالله روح همه درگذشتگان عرصه ورزشمون شاد باشه، از جمله بهرام شفیع عزیز. آقای درویش گرامی، پرسپولیس به هر حال روزای سختی رو هم دارید میگذرونید. میدونم اول از همین بازی پرسپولیس سپاهان شروع کنم. بالاخره بدون تماشاگر شد آقای درویش؟ خب نکته خوبی رو اشاره کردین. شما ببین آقای شفیع عزیز که ما قریب 10 روز داریم پیگیری میکنیم مجموعه ورزشی های مختلفی رو در کل کشور معرفی کردیم. خب از استان البرز که نزدیک ما هستن گفتن آقا این بدون تماشا چی باید بشه، تبریز گفتن نمیشه، مشهد گفتن اینجا استادیوم امام رضا باید بدون تماشا چی باشه، تا خلاصه سیرجان رو موافقت کردن. خب میدونید که برای سفر هزینه‌ای با این هزینه‌ای که بسیار هم بالا رفته چقدر هزینه داره یه تیم میخواد یه سفر بره؟ یعنی هیچ کدوم از اون ورزشگاه ها آماده پذیرش شما نبودن؟ با تماشاچی نبود. طبق نامه‌ای که ما به سازمان لیگ دادیم، یعنی هر کدوم از اینا هم 2-3 روزشون کشید، یعنی این نبودش که یه روز تکلیف ما روشن بشه. آه. تا ظرف 3 روز پیش گفتن اشکال نداره در استادیوم گلگهر میشه این کار انجام بشه. ما با مدیر عامل باشگاه محبت جد تماس داشتیم. بله. گفتن خب باشه، تدارکات انجام شد، هتل رو گرفتیم، هواپیمای تیم رو گرفتیم. 2 ساعت پیش به ما اعلان کردن که آقا بازی بدون تماشاچی. خب اگه بناس بدون تماشاچی باشه، آقای یوسفی تو امروز که 1 میلیون پول در آوردن به سختی انجام میشه، هزینه‌های گزافی به تیم تحمیل میشه، یه چیزی قریب 700 میلیون تومان هزینه این سفر ماست. شما اگر قرار شما اولویت رو دادید به بودن تماشاگر، اگر قرار بود بدون تماشاگر باشه کرج می‌انداختیم. خب نزدیک ما این همه هزینه رفت و برگشت و هتل و نمیدونم چند روز اقامت اونجا رو نداشتیم. خب چرا همه اینا به خاطر پروتکل‌های بهداشتی مخالفت کرد؟ کدوم پروتکل بهداشتی؟ پروتکل بهداشتی دیگه همون شد که کدوم پروتکل بهداشتی؟ خب پس چرا مگه اگر قرار بوده به شرط مگه حضور تماشاگر موافقت نکرد؟ اصلا با این شرط نامه به ما دادن که اینجا با شرط تماشاگر. گفتیم خب حالا تماشاگر میاد، هم این مشتاقان پرسپولیس در اقصی نقاط ایران هستن، هم میان از نزدیک بازی رو میبینن، هم یه ایجاد درآمد میشن، این هزینه ما رو حداقل کاور میکنه. بسیار خوب. تو این وقتی که ما 1 ریال پول نداریم، اینقدر در مدیده هستیم و جامعه اینقدر مشکلات اقتصادی برش حاکمه، چجوری ما 700 میلیون تومان پول الان باید میرسیم؟ اونه که به 700 تومان ریختیم دور دیگه. دقیقا که تحمیل این شما. همه سفر طول تیم خوب میخواد بازی کنه تو فضای اون بازی و جرب اون استان باید قرار بگیره. خب اصلا اصالتا شما ببین، اصلا ما رو محروم از بازی خانگی کردن، همینجور که شما مستحضر هستیم بهتر از من، بازی گذشته این تیم به ما در اصفهان تماشاچی ها یا یه سری اومدن جلوی هتل مشکل درست کردن با مواد منفجره، ماشین ما رو تیم ما رو تهدید کردن. جالبی که هر دو رو از بازی خانگی محروم کردن. خب ما مگه مشکل ما چی بود؟ تو اصفهان یه مشکلی برای تیم ما درست شد، ما برای چی باید اصلا باید بازی خانگی محروم بشیم؟ آقای درویش اینا رو میفرمایید، حالا به هر حال چون حوصله این قسمت بحث ما به خاطر اینکه شاید یه برنامه خیلی ریز تخصصی نیستیم به اینا بپردازیم شاید خارج باشه، ولی اگر برگردیم به بحثمون، حالا اون رو که فرمودید، حالا نمیدونم، امیدوارم که جا داشته باشه و امکان داشته باشه که تو این 24 ساعت آیا اصلا امکان با تماشاگر برگزار شدن وجود داره نداره، نمیدونم، اگر هست امیدوارم بشه. آقای مهدی هم با من تماس گرفت همین چند دقیقه پیش، گفتن نه نمیشود. گفتم اگه خوب نمیشود به ما میگفت همین الان ما تیممون گفتم برگردیم بریم کرج بازی کنیم. گفتن نه اینم تا مجوزاشو بخوام بگیریم شاید امکان پذیر نباشه. خودم خب این هزینه که به ما تحمیل میشه کی پاسو خوش باشه؟ ما با پول میتونستیم مشکلات دیگه اونو مرتفع کنیم. آقای یوسفی عزیز شما ببین یه مطلب دیگه، 29 فروردین 29 بهمن ما یه نامه ای از سازمان لیگ به ما دادن که برای مسابقه در صورت امتیاز تساوی دیگه بازی های پیش رو اگر مساوی بشه در گلاب راش
محاسبه میشه. آقای سهیل مهدی 14 فروردین تو یک برنامه تلویزیونی اومدن گفتن ما مثل جاهای دنیا دیگه بحث گل در خانه حریف رو نداریم. بله. تاریخ هم من عرض میکنم که میشه سرچشی هم. دو هفته پیش که ما فاصلمون با رقیبمون نزدیک شد، ایشون تشریف آوردن گفتن نه، بعد از این که امتیازا برابر شد گل در خانه حریف محاسبه میشه. یعنی 14 فروردین گفتن نمیشه، دو هفته پیش گفتن میشه. چهار شب پیش دبیر کل محترم آقای کامرانی فرد در یک برنامه تلویزیونی در یک شبکه دیگه از دوستان شما حاضر میشن، از ایشون سوال میکنن، ایشون میگه نه آقا چی همچین حرفی داری، این یه حرف بی اساسیه. گل تو خونه حریف اگه مساوی شده باشن، کما این که مثال زدم مثل بازی رئال مادرید و منسیتی، و الا اگه بنابود محاسبه بشه خب رئال هم اونجا برده بود. خب بازم دیروز آقای مهدی اومدن گفتن نه، گل تو خونه حریف حساب میشه. شما بفرمایید آیا این شایبه برانگیز نیستش که هر جایی که نفعی از پرسپولیس هست بناس اون محاسبه نشه، به حساب نیاد؟ اصل این قصه، حالا من سوای استقلال پرسپولیسش، اصل این قصه که یه مقدار هی حرفا مثلا عوض بشه و اینا، این چیز جالبی نیست. باید اصلا یه استانداردی تعیین می‌شده به موقع. دقیقاً همینطوره. حالا ممکن شما مرجعی بالاتر از دبیر کل فدراسیون داریم، چه فدراسیون فوتبال چه حالا هر فدراسیون، وقتی ایشون 5 شب پیش 4 شب پیش توی برنامه تلویزیونی میاد میگه که نه، اون چیزی که مرغ قانون ما اینه. دیشب بازم میان میگن نه، اونی که دبیر کل گفته اطلاع نداره. خب وقتی اگه مناس دبیر کل اطلاع نداشته باشه چجوری امکان داره؟ پس همه اینا رو که بغل هم میذاریم، این شایبه برای ما به وجود میاد که یک فعلی در کاری که به هر شکلی شده با تیم پرسپولیس دیگه بسشه، امسال دیگه حداقل قهرمان نشه. البته واقعا اینجوری هم من خودم مخالف آقای درویش این نوع برداشتام هستم، چه با استقلال چه با پرسپولیس، میگم یه مقدار حرفه‌ای تر باید برخورد کنیم. اصلا شما بذارید اون 6 امتیاز رو مثلا ممکن اون بر بگن که آقا شما هنوز 6 امتیاز فاصله رو پر کنید بعد مثلا دعوای اینو بکنید. نمیخوام بگم که حرف شما غیر منطقیه، اصل این حرف که باید از روز اول آیین‌نامه مشخص باشه، این کاملا حرف صحیحه، برای اینکه جای سوء برداشت رو نذاره. ولی میگم یه مقدار ما هم 300 به خرج بدیم به عنوان استقلال و پرسپولیس، اینا رو ربط ندیم به این قصه. همه اشتباهات داوری همش هم میگیم آقا امن نیست. همین آخرین بازی ما با زوباهن، شما اون همه کارشناس، حالا میگیم یه موقع یه کارشناس هم نظر غیر اینو داشته باشه میگیم اب نداره اشتباه شده. درست. همین بازی با زوباهن اون تک به تکی که شهرزاد ما داشت، داور آفساید گرفت در صورتی که یه متر مونده بود تا آفساید، همه کارشناساتون گفتن. خب آقا این مهمترین موقعیت تیم ما رو گرفتن از ما تو وقت اضافه، همه از آن داشتن تو یک برنامه همکارای شما اصلا خودشون تایم گرفتن، 2:30 وقت اضافه بود، داور از وقت اضافه نگرفت. در بازی با هوادار 10 دقیقه وقت اضافه نگرفت. آقای درویش عزیز، من متوجه در واقع مزایق و مشکلات شما هم هستم، اجازه بدید از این حسن استفاده بکنم از فرصتی که دارم. دو تا سوال مهمتر رو بپرسم. اول اینکه فکر میکنید پرسپولیس استقلال چون با هم تو این زمین هستن، مدارک حرفه‌ایتون برای سال آینده تایید میشه؟ احتمال اینکه برگردید به باشگاه های آسیا برای سال آینده وجود داره آقای درویش؟ چون ما یه کارگروهی از 20 روز پیش، یه کارگروه حرفه‌ای سازی تو باشگاه مستقر کردیم که وظیفه‌شون اینه که اون معضلاتی که ما داشتیم باعث این شد که از حضور در جام باشگاه آسیا محروم شیم، بند به بند اونو دارن پیگیری میکنن. یکی از مهمترین بندهایی که AFC بهش خیلی برش اهمیت داره انضباط مالیه، که ما با توجه به اینکه یه لیست کل اونهایی که مشکلات مالی باشون داشتیم گرفتیم،
توجه به اینکه خب بحث خصوصی سازی و فروش سهام هم بود، اون پول ظرف چند روز آینده به باشگاه تدریج میشه، اون موانع رو انشالله مرتفع میکنه. یکی از مطالبات عمده هوادارای پرسپولیس و استقلال اینه که انشالله این دو تیم بتونن برگردن به آسیا. یه ضرر هنگفتی هم اونجا دارید متحمل میشید با توجه به مضایق مالی هم که دارید. آقای درویش، 11 تا بازیکنتون به نظر میرسه که باید تمدید بشن، یه سری مشکلات اینجوری هم دارید، به فکر هستید چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ خود آقای گل محمدی باقی خواهد موند؟ شاید هم زود باشه برای پرسیدن این سوال. بله، خب ما تقریبا شروع کردیم با 3-4 تا از این بازیکنامون به نوبت صحبت کردیم، در هفته آینده هم انشاءالله برای تنظیم قرارداد در خدمتشون هستیم. به مرور زمان چون فاصله بازی ها خیلی کمه، شما ببینید مثلا در هر 4 روز 5 روز یه بار بازیه، بعد این تیم خسته است میاد. آقای گل محمدی نظرش این بود که با توجه به فشار بازی ها بخواییم حالا بستن قرارداد و حالا چگونگی قرارداد رو با این بازیکنان کنیم شاید از نظر روزی روانی جالب نباشه. از این جهت حالا تک تک این بازیکنان رو به مرور زمان باشون قرار میذاریم برای انعقاد قرارداد، آماده است باش تو که قرارداد جدید رو بهشون ببنده. زمین که آقای گل محمدی که خوب مربی تیم قرارداد هم داره، سالا آتی هم حتما خدمتشون هستیم. تا یه مقدار این فضای جدی که درست میکنن و دوست ندارن خلاصه تیم آرامشی داشته باشه، شما یقین بدون آقای یوسفی همین الان بازیکن ها با این امید رفتن که یعنی توجیه داشتیم واسه شون که آقا این راه دورو بری که اونجا تماشاگر داریم. نه درسته، این حرف شما کاملا منطقیه و از جهت یک بیننده تلویزیونی فرض کنیم و با توجه به کارشناس وافری که در این امور دارید عرض کنم. الان شما خودتو بذار جای من کارگر اون باشگاه و بازیکن اون باشگاه. خب به تیم گفتیم به این جهت این فضا این راه دور رو داره، با اینکه فشار اکسیژن اونجا فرق کنه با تهران و اطراف ما، داریم میریم که اونجا چون تماشاجی داره، این دوستداران ما تو اون قسمت از کشورم میخوام بیان ببینن توجیه. خب این بازیکن میاد اونجا میبینه که اصلا بنا نیست تماشاچی باشه. شما چه یأس و چه ناامیدی در این تیم، در کادر فنی، در بازیکن خواهید؟ نه درسته. این آقای درویش، حیف که زمانمون علارغم این که دوستان عزیزم در پخش شبکه یک مساعدت خیلی عالی هم کردن، امروز با ما همکاری کردن، محبت کردن، وقتم دادن، اونقدر محدود هست که نتونیم صحبت‌های آقای مهدی رو بشنویم. امیدواریم که توضیحات قانع کننده برای این کار داشته باشم، وگرنه فرمایش شما کاملا متینه و به نظر من هیچ جای بحثی نداره. وقتی که گفتن میتونه با تماشاگر باشه و شما بر این اساس چیدمانتون رو کردید، خب برای چی باید این هزینه متحمل بشه یا این انتظار ایجاد بشه و بعد از بین بره؟ خیلی متشکر آقای درویش عزیز. اگر نکته دیگه‌ای هم باقی مونده، من سوالات داشتم ولی فکر کنم انشالله یه بار حضوراً بتونیم در خدمتتون باشیم. انشالله. من هم از فرصت استفاده کنم از هواداران پرشورون بخوام که باعث سعادت خلاصه تحمل کنن این ایام و انشالله به روزای خوب خواهیم رسید. انشالله این فضای جامعه به یه سوی بره که یه التهاب جامعه کم باشه. انشالله توی فرصت خوب حتما خدمت شما خواهم بود. انشالله. خیلی متشکر آقای درویش.